سلام، من مرضیه فیروز هستم و اینجا کانال آموزش معماری هستش. امروز می‌خوایم با هم دیگه پرسپکتیو یک نقطه‌ای مربع، دایره، استوانه و مکعب رو ترسیم کنیم. پس تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. پرسپکتیو یک نقطه‌ای چند تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. در کل چند تا اصل وجود داره در ترسیم‌ها که اینها رو اگه رعایت بکنید دیگه مشکلی تو ترسیماتون نداره. این پرسپکتیوی هم که من الان می‌خوام بهتون یاد بدم، پرسپکتیو بر اساس پلان هستش، یعنی بیشتر به درد دانشجوهای معماری میخوره تا رشته های دیگه. من اینجا یک پلان ساده یک مربع ترسیم میکنم و اینجا بهتون میگم که چطوری متوجه بشید چه خطایی به گریز میرن و چه خطایی عین خودشون ترسیم میشه، ارتفاع چطوری به دست میاد و همه اون نکاتی که در مورد طراحی نیاز دارید و بهتون میگم. خب اصل اول اینه که شما هر چیزی روی پرده تصویر قرار میگیره اندازه واقعی خودش ترسیم میشه. پس اگه میخواید پلانتون رو راحت ترسیم کنید، حتما یکی از اضلاع پلانتون رو روی پرده تصویر قرار بدید. معمولا من توی ترسیم هام پلان رو پایین خط پرده تصویر در نظر میگیرم، یعنی اگه اینجا ما در نظر بگیریم این خط رو به عنوان پرده تصویر، این خط به عنوان خط پرده تصویر در نظر میگیریم حالا و پلان رو این پایینش ترسیم میکنیم. مثلا یک همچین مربعی رو من اینجا میخوام ترسیم کنم، یکی از اضلاعش رو روی اون خط قرار میدم و بقیه پایین خط قرار میگیره. بهترین حالت اینه، یعنی برای ترسیم پرسپکتیوتون بهترین حالت اینه که یکی از اضلاعتون روی خطتون قرار بگیره و بقیه به این سمت قرار بگیره. خب ناظرم در انتهایی ترین قسمت کارتون قرار میدید. میتونید مثلا اگه فرض بگیرید که این یک اتاق هستش، میتونید مثلا بگید این دیواره وجود نداره و داخل مثلا این پلانتون هستش و ناظر میتونه بیاد اینجا هم بیسته، میتونید اینجا قرارش بدید. اگه میخواید تمام این دیوارها تا انتها دیده بشه، ناظر رو میتونید حتی اینجا قرارش بدید. ناظر رو زیاد در مرکز قرار ندید، بیایید به گوشه ها، به این سمت یا این سمت که پرسپکتیو قشنگ تری بهتون بده. خب نکته بعدی برای ترسیم پرسپکتیو این هستش که وقتی میخواید فاصله این در واقع پلان و با خط زمین و خط افق در نظر بگیرید، اینو در نظر بگیرید که شما اینجا هم این محدوده در واقع ارتفاع کارتون قرار میگیره، پرسپکتیوتون اینجا قرار میگیره. پس یه فاصله براش در نظر بگیرید که بتونید پرسپکتیوتون رو جا بدید. خب من مثلا این حدودا رو میگیرم به عنوان خط افقم و به اندازه 2 سانت هم ازش فاصله میگیرم. ببینید به اندازه 2 سانت فاصله میدیم و خط زمین رو ترسیم میکنیم. این دوتا خط رو ترسیم کنیم. البته میتونید خط ها رو دیگه به صورت خطچین ترسیم نکنید، یه خط پیوسته، چون تقاطعاش رو بتونید راحت به دست بیارید. ولی معمولا بعد اینا رو کم رنگ ترسیم کنید که در نهایت اینا رو بعد پاک کنید، یا اگه کارتون تموم شد پوستی میندازید روی کارتون، اون یکی کارو پر رنگش ترسیم میکنید. اینا به صورت دوتا خط ترسیم کردم، ممتد. حالا از این نقطه ببینید اینو دقیقاً عمود بر این قرار میدید، خط کشتون رو دقیقاً عمود بر این یکی قرار بگیره. کلمات من یه ذره خط کش من بزرگم جا نمیشه تو تصویر، ولی بعد اینو پایین خط کشتون رو عمودی طوری قرار بگیرید کاملاً عمود باشه بر خط افقتون. ناظر رو منتقلش میکنید روی خط افق، این میشه گریز. پس این میشه نقطه گریزتون، این میشه ناظر. ناظر گریز، خود ناظر میاد میشه گریز. بقیه نقاط رو چجوری به دست میاریم؟ یه نقاط هم به این صورت به دست میاد. یه نکته ای من اینجا الان بهتون بگم که کارو راحت یاد بگیری، یعنی من یه نکته الان اینجا بگم که به راحتی بتونید این ترسیماتتون رو انجام بدید. این خطوطی که عمود بر پرده تصویر هستن، ببینید وقتی میگیم عمود یعنی یک زاویه 90 درجه باش تشکیل میده. خب 90 درجه دوتا خط، همه این دوتا این خط ها به گریز میرن. خطوط افقی همیشه افقی ترسیم میشه. پس عمودی ها که بر پرده تصویر عمود هستن
به گریز میرن، به گریز میرن و افقی ها خودشون ترسیم میشن. حالا ما اینجا دو تا نقطه تقاطع داریم با این پرده تصویرمون، همون رو انتقال میدیم میاریمشون پایین عمودی، حتما اینا باید عمود باشن بر تا خط زمین. هر چیزی رو پرده تصویر قرار گرفته تا خط زمین باید امتداد پیدا کنه. من اینکه مثلا توی ارتفاعش نوشته شده باشه که مثلا این بالاتر از سطح زمین، نمیزنم یه متر دو متر بالاتر از سطح، حال هر عددی که باشه. خب اینا رو ما عمودی انتقالشون دادیم پایین، اینم همینطور عمودی انتقالش میدیم پایین. این نقطه رو ها ببینید، نقطه رو من اینجور آ بذارم، اینو ب بذارم اینطوری تا خط زمین میاریمش، میشه اینجا، این میشه نقطه آ، این نقطه ب میشه. هر گفتیم دو تا خط، این خط عمودیه، این خط هم عمودیه، هر دو میرن به گریز. من با یه رنگ دیگه ترسیم میکنم که این مشخص شه، پس این میره به گریز. این قانون رو رعایت کنید دیگه هر پرسپکتیوی رو به راحتی میتونید بزنید. این میره به گریز، اینم میره به گریز. حالا همه اینا باید به صورت کم رنگ ترسیم شه، من با یه رنگ دیگه ترسیم کردم. خب ما باید بدونیم که کجا اینو قطع میکنه. بعد نکته بعدی، این پلان جلوی پرده تصویر هست، یعنی میاد و جلوتر از پرده تصویر، پس این خط شما باید امتداد پیدا کنه به بیرون خط زمین. پس من هر دوی اینها رو امتداد میدم. خب آ تا بی، این فاصله آ تا بی اینه دیگه، از اینجا تا اینجا، و چون دقیقا روی خط پرده تصویر هست، اندازه این قسمت با اندازه اینجا برابر میشه. پس من اینجا رو یه خط پررنگ‌تر با یه رنگ دیگه ترسیم میکنم که مشخص باشه. حالا میخواییم این یکی زل آ رو به دست بیاریم، یعنی سی دی. اینو چجوری به دست میاریم؟ میگیم باید دیگه اینو ببینیم کجا پرده تصویر رو اینو قطع میکنه، یعنی باید از ناظر وصل کنیم به این نقطه، امتداد بدیم تا پرده تصویر. اینجا برده تصویر رو قطع میکنه. این نقطه رو من عمودی میارمش پایین. حتما دقت کنید که عمود باشه. یک دونه اینا کافیه، چون یکی ها تو یک راستا قرار گرفته. اگه متوازی الاضلاع بودی و یه شکل دیگه ای داشت، یا مثلا زوزنقه بود، باید تمام نقاط رو به دست میوردیم. ولی چون مربع هست یا مستطیل هستش، نیازی نیست. یه نقطه کافیه. اینو امتداد میدیم تا اینجا میشه. اینجا این خط رو قطع میکنه. اینجا میشه نقطه سی ما. حالا دیگه خط افقی ترسیم کنیم. یه خط موازی باید. پس تو این پرسپکتیو یک نقطه خطوط افقی همه با هم موازی هستن. خطوط عمودی همه به گریز میرن. از اون برم بعد از طریق ناظر پیداشون کنید. پس این قاعده یادتون بمونه. هر چی بر پرده تصویرتون عمودی، به صورت عمودی هست، به گریز میره. این میشه پلان مربع شما. حالا یه مستطیل فرمان. و نقطه دی هم به همین راحتی به دست میاد، چون اینا با هم موازی هستن، افقی ها با هم موازی. یک دونه از این نقاط رو به دست برید، اون یکی نقطه به وسیله موازی بودن، قاعده خطوط موازی به دست میاد. حالا من اگه بخوام ارتفاع بهش بدم چیکار میکنم؟ ارتفاع رو همیشه باید از محل تقاطع با خط زمین محاسبش کنید. کجا تقاطع داره این پلان با خط زمین؟ تو این نقطه با خط زمین. آیا به فرقی نمیکنه؟ هر کدوم از اینا رو انتخاب کنید، ارتفاع رو از اینجا مشخص میکنید. مثلا من میگم ارتفاع این یک متره. چقدر میشه؟ از اینجا من یک متر میام بالا روی خط، اینجا میشه، این نقطه میشه. چون پایین زل پایین رفته به گریز، اینم باید بره از این نقطه، باید بره به گریز.
با یه رنگ دیگه ترسیمش میکنم. میبرم به گریز، امتداد میدم تا جایی که ارتفاعش اینجا هست، تا اینجا. خب بقیه هم به راحتی به دست میاریم. ما از یه جا به دست بیاریم ارتفاع رو بقیه. این یکی گفتیم طبق قاعده خطوط موازی هستش، پس میره تا اینجا، اینجا به این صورت میشه، اینجا عمودی به این صورت. اینجا عمودی. حالا این یکی چی؟ افقی. موازی پایینیش دیگه. پس افقی ها به صورت افقی ترسیم میشن. پس شما فقط عمودی ها رو باید به دست بیارید. تا کجا میاد؟ تا اینجا که بتونیم یه دونه عمودی از دی بهش ترسیم کنیم. به این صورت. حالا من یک پوستی میارم و روی این کار قرار میدم تا ببینید به چه صورت میشه. ببینید وقتی به گریزم وصل کنید، این دوتا رو به هم وصل کنید، دقیقا از گریزم میگذره. خب یه بوسی میارم تا مکعب دیده بشن. یه بوسی روی این کار قرار میدم به این صورت و فقط خطوطی که نیاز دارم و رنگش رو میکنم. اگه این مکعب توپر باشه دیگه اون خطایی که داخل قرار میگیره، این خطا، این خطا، این خطا دیده نمیشن. وقتی پوستش رو کاغذتون قرار میده حتما چسب کاغذی استفاده کنید که فیکس بشه، که جا به جا نشه. خب الان من یه به این صورت شد مکعبمون. میخوام پرسپکتیو دایره رو ترسیم کنم. برای ترسیم پرسپکتیو دایره حتما دایره رو باید داخل یک مربع قرارش بدید، چون دایره به تنهایی به دست نمیاد به راحتی. بنابراین باید داخل یک مربع قرار بگیره. کلا تمام اشیایی که دارین باید داخل یک باکس قرار بدینش تا بتونید پرسپکتیوشو طراحی کنید. من این دایره رو میتونم جلوی پرده تصویر قرارش بدم. فرض میگیرم که این جلوی پرده تصویر قرار گرفته، پس خط پرده تصویر رو بالاش ترسیم میکنم. مماس طوری که مماس بشه با دایره. بعد دایره داخل یک مربع قرارش میدم. طوری که از لای مربع باهاش در تماس باشه، مماس باشه. باش به این صورت یک مربع شد. حالا قطرهای عمودی و افقی دایره رو ترسیم میکنم جایی که با مربع در تماس، این تو این نقاط و این نقطه، این نقطه و این نقطه، اینا با هم دایره و مربع با هم در تماس هستن. قطرهای قطر افقی دایره و قطر عمودی دایره رو ترسیم میکنیم. حالا قطرهای مربع رو ترسیم میکنیم. قطرهای مربع رو به یه رنگ دیگه ترسیم میکنم که مشخص باشه. دیدین همه قطرها باید در این مرکز با هم تلاقی داشته باشن. اینجا میشه نقطه مرکز دایره. ناظر رو یه ذره دورتر از کارتون قرار بدید. دلیلش اینه که تصویر رو خیلی واید نبینه. اگه خیلی نزدیک قرار بدین تصویر رو یک ذره دفورمه میبینه. پس ناظر رو نه تو دقیقا تو مرکز قرارش ندید. یکم به این سمت یا این سمت از مرکز فاصله بش بدید. مثلا اینجا من قرار میدم ناظرم رو به این نقطه و در یکم فاصله با ناظر دیگه میام خط زمین و خط افقم رو ترسیم میکنم. خط زمین و خط افق باید موازی خط پرده تصویر. فاصله شون هم 2 سانتی در نظر میگیرم. نقاط رو اسم گذاری میکنم اول که ترسیم برامون راحت تر شه. بگیم این نقطه A, B, C, D. نقطه A و B با خط پرده تصویر در تماس، یعنی روی خط پرده تصویر هستن، پس خودشون انتقال داده میشن. و برای به دست آوردن نقطه گریزم از این ناظر،
عمود میکنیم بر خط افق. اینجا نازه، اینجا نقطه گریز به دست میاد. هرچی روی پرده تصویر قرار گرفته خودشو تا خط زمین امتداد میدیم، یعنی به صورت عمودی تا خط زمین اینو نقاط A و B به دست میاد. این میشه نقطه B، اینجا میشه نقطه A. چون تصویرمون جلوی پرده تصویر قرار گرفته، یعنی مربع یا دایره هم جلوی پرده تصویر هستش، پس ما هر این نقاط رو حتما بعد از اینکه به گریز میبریم بعد امتداد بدیم به سمت جلو، یعنی جلوتر از خط زمینمون باید قرار بگیره. به این صورت گفتیم که حتما خطوط عمودی، ما دو تا خط عمودی از مربعمون داریم که گفتیم خطوط عمودی چطوری هم میرن به گریز اینا. پس این یه قاعده هست، خطوط عمودی به گریز میرن، خطوط افقی هم افقی ترسیم میشن. حالا بهتون میگم به چه صورت پیداشون کنیم. من اینو میبرم به گریز، از گریز امتداد میدم. چرا؟ از نقطه B به سمت جلو امتداد میام، چون C جلوتر از B قرار گرفته نسبت به پرده تصویر. خب اینجا متناظر پرده تصویر خط زمینمون هستش. حالا نقطه C رو باید به دست بیاریم. D به راحتی به دست میاد، از قاعده خطوط موازی D رو به دست میاریم. اما اگه بخوایم C رو به دست بیاریم چیکار میکنیم؟ از ناظر، ناظره اسمشو بذاریم، اینم گریزه که بدونیم این گریزه، از ناظر وصل میکنم به سی تا پرده تصویر باید امتداد پیدا کنه. اینجا پرده تصویر رو قطع میکنه، عمودی امتدادش میدین تا خط متناظرش. خط متناظر این گفتیم از بی تا سی، از بی تا سی میشه. حالا سی دقیقا کجا رو این خط قرار گرفته ما نمیدونیم، باید به دستش بریم. پس از اینجا میبریم تا اینجا نقطه خط پرده تصویر که قطع کرد، عمودی میاریم پایین تا جایی که خط متناظرش رو قطع بکنه. حتما حواستون باشه عمودی باشه فاصلتون. اینجا میشه دیگه این خط به صورت افقی ترسیم میشه، یعنی موازی با خط بالاش، خط زمین یا خط افق قرار گرفته. به این صورت دیگه لازم نیست دی رو به دست بیاریم، یه سی رو به دست بیاریم دی خودش به دست میاد. اینم دی. میخوایم دایره رو ترسیم کنیم. اول بخواه ما مربعمون رو به دست آوردیم دیگه، مربع ما الان میشه اینجا، پررنگش بکنم بتونید راحت ببینیدش. اول کاری که قطره اینم بکشید، خیلی راحت زبدری ها رو اول میکشید، مثل مربع بالا که زبدری بوده. این نقطه مرکز گفتیم اینجا داریم، اینجا هم مرکز دایره است دیگه در واقع. تا حالا اینجا مربع تبدیل میشه به زوزنقه، دایره هم یه شکل بیزی نامتقارن میشه. از این نقطه ما به راحتی قطر افقی که گفتیم خط افقی ترسیم میشه، پس من یه خط افقی مرکز اینجاست، یه خط افقی اینجا عبور کرده دیگه، پس منم خط افقی متناظرش رو ترسیم میکنم، موازی این خط و خط پایینی بر باشم. یه رنگ دیگه ترسیم میکنم که قابل تشخیص باشه. آن دایره مربع رو من قهوه‌ای رنگ ترسیم کردم، یه بار دیگه اینا قطره ترسیم کنم، قهوه‌ای ترسیم کنم که بتونیم اینا قطره مربع بودن. خب حالا دایرمون قطراش بنفش رنگه. یه قطر عمودی هم داریم، گفتیم خطای عمودی میرم به گریز، پس من از این مرکز این وصل میکنم به گریز. دو تا قطر دایره‌مون هم به دست اومد. من فقط دیگه لازم دارم یه نقطه دیگه به دست بیارم تا بقیه رو بتونم ترسیم کنم. این یه نقطه اینجا رو من اگه محل تلاقی قطر مربع و دایره رو پیدا کنم بقیهش به دست میاد. حالا بهتون میگم به چه صورت. اینا دیگه روش‌های هندسیه. من نقطه
ای رو به دست بیارم اینجا روی این خطه، در واقع رو این قطر میشه متناظر، این قطر متناظرش میشه این. خب من فقط ای رو به دست بیارم دیگه تموم شده، دایرم به راحتی ترسیم میشه. ای رو چجوری به دست میاریم؟ از ناظر وصل میکنیم به ای تا جایی که پرده تصویر رو قطع کنه. اینجا پرده تصویر رو قطع کنه، عمودی میارمش پایین تا همین قطر. ببین این قطر کدوم اینجاست، میشه اینجا. این محدوده، پس من اینو بعد عمودی از اینجا بیارم تا این خط رو قطع کنم، میشه اینجا. ببین عمودیاتون حتما موازی هم دیگه باشه، میشه این نقطه دیگه. بقیهش به راحتی، مگه اینا توی یک راستا امتداد نیستن؟ خب اینا افقی میشن، اینجا هم در واقع عمودی میشه با هم دیگه، اینجا به این صورت هستش. گفتیم عمودی ها میرن به گریز، یعنی من میگم این دوتا، بگیم اینجا با هم در واقع توی یک مربع دیگه اینا قرار گرفتن. این دایره تو این نقاط، تو این قطر، ببین ما دو قطر مربعیه، قطرهای مربعمون تو این نقطه، این نقطه، این نقطه و این نقطه با دایره تلاقی داره، انگاری یه مربع دیگه داخل دایره قرار گرفته. پس اگه من بگم این نقطه ایم هست، این نقطه مثلا اف مونه، اف جی آی. پس نقطه ای به دست اومد، این نقطه ای میشه. برای اینکه بتونم نقطه ای اف رو به دست بیارم، اینا توی یک خط افقی قرار گرفتن دیگه. از این یک خط افقی من ترسیم میکنم تا این یکی قطرم، میشه این. نقطه چی شد؟ اف شد. نقطه اف یه. حالا این دوتا، از این دوتا بریم به گریز. خط عمودی گفتیم میره به گریز، پس از این دوتا من میبرم به گریز تا این دوتا قطرها رو تو این محدوده قطع کنم. این نقطه چی شد؟ شد جی و آی. راحت به دست اومدن این نقاط، به راحتی روی قطران به دست اومدن. حالا میایم دایره رو دیگه با دست ترسیم میکنیم، دست آزاد، یا میتونید از منحنی استفاده کنید، منحنی ها، شابلون های منحنی. ما نقاطمون رو به دست میاریم، این نقطه، ببینید دایره ما در این نقطه، این نقطه، این نقطه و این نقطه و این چهار تا نقطه تلاقی داره با مربع داخلی و مربع خارجیش. پس از این وصل میکنم به اینجا، از این وصل میکنیم اینجا به این صورت. قطره خود دایره که مشخصه، خب محل تلاقی دایره، قطره عمودی دایره رو که داریم، خود نقاط متناظرش هم میشن اینا، یعنی نقاط نظیرش هم همینا میشن تو این پایین. و دیگه فقط قطرهای مربع بود دیگه، نقطه ها رو قطرهای مربع. پس نقاط روی قطرهای دایره، نقاط روی قطرهای مربع. مربع ها رو که چطوری به دست آوریم؟ راحت اینا رو دیگه به هم وصل میکنیم، از این به این. و این شد دایره ما. حالا اگه میخواد دایره به استوانه تبدیل بشه چه اتفاقی میفته؟ ارتفاع رو از این نقطه بی به دست میاریم، یا ا. گفتیم هر چیزی که روی خط زمین قرار گرفته باشه ارتفاعهای ما از اونجا به دست میاد. مثلا ارتفاعش یک متر یا دو متر هستن، ارتفاعش دو متر باشه میاد دقیقا روی این، بالاش خط صاف دیده میشه. میاریم ارتفاعش یه ذره بیشتر از دو متر، میشه مثلا سه متر بگیریم ارتفاعش. خط ارتفاع رو از اینجا مشخص میکنیم،
3 متر یا 4 متر. 4 متر میگیرم میارم بالا. اینجا تا اینجا. میره به گریز امتداد پیدا میکنه. دیگه آ چون با بی توی امتداد هستن افقی ترسیم میشه از اینجا تا اینجا. فقط حواسمون باشه کج ترسیم نکنیم. خط اولی کج شد. بعد از اینجا آ بهش وصل میکنیم. عمودی وصل میکنیم. از آم میبریم به گریز امتداد میدیم. از دی عمودی وصل میکنیم به این خطمون. توی که دقیقاً با اون یک خطمون موازی باشه. اشتباه نباید میشه. اینجا قطعش میکنیم. از دی هم که وصل کردیم. حالا اینا رو هم افقی وصل میکنیم. مربعمون در بالا این شکلی میشه. این محدوده میشه مربع ما. به یه رنگ دیگه پر رنگش میکنم. این پایینی زبدراشو میکشیم. زبدرهای مربعمونو میکشیم. یعنی قطراشو میکشیم. از محل تلاقی قطرها یه دونه از این نقطه وصل میکنیم. به گریز امتداد میدیم. دوتا خط ضلعای مربعمونو قطع کنیم. این نقطه و این نقطه. این دایره همون در اینجا ها تلاقی داره. یه خط هم افقی ترسیم میکنیم از این مرکز. به این صورت. دایره تو این نقاط، این نقطه و این نقطه تلاقی داره. با مربع. دیگه میمونه یه قطرا دیگه. قطرا هم که به راحتی انتقال میدیم. عمودی. ببینید قطرمون اینجا نظیر قطرش میشه این. این قطر با این قطر نظیره. اینو امتداد عمودی میاریم تا جایی که این قطر رو قطع کنه. خیلی مراحت نقطه ای رو ایپریمش میشه اینجا. دیگه هم یه ایپریم به دست بیاد بقیهش به دست میاد. این میره اینجوری یه خط افقی میکشم تا یکی قطر رو قطع کنه. از این میبریم به گریز تا یک قطره رو قطع کنه که میشه اینجا. دوباره از این یکی نقطه هم میبریمش به گریز تا یک قطرمون رو قطع کنه. در واقع یه مربع داخلی کوچولو هم ترسیم میشه اینجا. حالا اینم راحت دیگه با دست طراحی کنید. نقاطتون که به دست اومد نقاط رو پررنگ کنید که بدونید نقاطتون کدوم ها هست. مثلا من اینا رو بیام با یه رنگ دیگه پررنگشون کنم. میشه این نقطه اینجا یه نقطه اینجا داریم یه نقطه اینجا و اینجا. حالا اینا رو با دست به هم میتونیم وصل کنیم. یعنی اگه شما همین رو توی سقف داشته باشید به راحتی به این راه میتونید به دستش بیارید دایره‌شو. حالا اگه ما بخوایم اینو تبدیلش کنیم به استوانه کار میکنم. من یه پوستی میارم روش قرار میدم که بتونید تشخیص بدید چه شکلی میشه. یه خط عمودی از بیرونی ترین قسمت دایره. یعنی کجا بیرونی ترین قسمت دایره؟ قسمتی که با مربع
هم امتداده میشه اینجا. اینو به این بحث میکنم. و از این سمت این دوتا، یعنی قطر دایرمون، نگاه کنید قطر دایرمون به قطر دایرمون، نه قطر مربع ها، اشتباه نکنید، اینجا بشه. و دیگه اینا رو این خط رو پر رنگ کنیم، خط داخلی دیگه دیده نمیشه. به این صورت استوانمون ترسیم شد. حالا برای اینکه استوان خوش رو بهتر نشون بده میتونید یه ذره ماشورم بزنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. ممنون.